در این درس می خواهیم عبارت ها و جملات بسیار کاربردی با لغت مهم و اساسی فور در انگلیسی رو با هم کار کنیم و با هم تمرین کنیم و با هم یاد بگیریم همونطور که میدونید معانی و کاربرد که لغت مهم فور در فارسی داره معادل برای یا به منظور همچنین به مدت به عنوان استفاده میشه Good for you. Good for you. Good یعنی خوب for یعنی برای you یعنی تو و good for you یک اصطلاح به معنی خوش به حال تو خوبی برای تو مثلا شما یک چیزی رو برای دوستتون تعریف میکنید بعد اون به شما میگه good for you خوش به حال تو و خوبی برای تو این خیلی خوبه که این اتفاق برای تو افتاده Good for you. Good for you. Fry an egg for me. Fry an egg for me. Fry yani sorkardan, an egg yani yek tokhm-e morgh. a egg? گفتی ان اگ به این دلیل که حرف صدادار گفتاری ا در اگ باعث میشه که ما از آرتیکل a ان استفاده بکنیم پس میشه ان اگ یعنی یک تخم مرغ فور برای می من یا مرا فرای ان اگ فور می یعنی یک تخم مرغ برای من سرخ کن یا بپز فرای ان اگ فور می for me. Fry an egg for me. it is time for bed it's time for bed it's time یعنی زمانشه وقتشه وقتش رسیده for برای bed it's time for bed یعنی زمان رختخوابه زمانش رسیده که بری رختخواب و لالا کنی it's time for bed It's time for bed. جولی کوکس for جولی کوکس for جولی یعنی خانومی به نام جولی همونطور که میبینید با حرف بزرگ نوشته شده کوکس یعنی میپزد اس سوم شخص گرفته کوک یعنی آشپزی کردن یا پختن و در اینجا اسم سوم شخص گرفته چون فائلمون جولیه تو یا من نیستیم جولی سوم شخص مفرده و اس سوم شخص گرفته کوک شده کوکس یعنی آشپزی میکند برای کی؟ فور موری برای موری موری اسم خاص حرف اول به صورت بزرگ نوشته میشه. جولی کوکس فور موری یعنی جولی برای موری آشپزی میکنه. دستش درد نکنه سپاسگزار اونهایی که آشهای زندگی بر را میپزن هستیم جولی کوکس فور موری جولی کوکس فور موری جک اسکت فور ا بیر جک اسکت فور a بیر جک یعنی آقایی به نام جک asked یعنی درخواست کرد در زمان گذشته اسک میشه درخواست کردن یا پرسیدن اسکت یعنی درخواست کرد در زمان گذشته for برای a beer, یک آبجو آها امیدوارم که بدون الکل باشه البته به هر حال جک asked for a beer جک درخواست یک آبجو کرد حالا نوبت شماست که بگید جک چه کار کرده در قسمت کامنت بنویسید جک اسکت فور a beer جک اسکت for a beer ترا works for a bank ترا works for a bank. تیرا یعنی یک خانومی به نام تیرا یا تارا works یعنی کار می کند for برای بانک یک بانک تیرا works for a bank تارا برای یک بانک کار می کند یا به عبارتی تارا در یک بانک کار می کند تیرا works for a bank تیرا works for a bank It will rain for sure. It will rain for sure. It یعنی آن اشاره میکنه به اون چیزی که داره در موردش صحبت میکنه و در اینجا منظورش بارانه. It will rain یعنی باران خواهد بارید. For sure یعنی برای اطمینان یا قطعا. It will rain for sure یعنی قطعا باران خواهد بارید. It will rain for sure جولی called for help جولی جولی یعنی خانمی به نام جولی called گذشته call یعنی صدا زدن یا زنگ زدن for برای helplp یعنی کمک. Julie called for help. یعنی جولی درخواست کمک کرد. یا برای کمک زنگ زد. همچنین برای کمک صدا زد و در نهایت جولی درخواست کمک کرد. جولی called for help. Julie called for help. Thank you for today thank you for today thank you یعنی سپاسگزار یا ممنونم از شما for برای today امروز مثلا طرف برای شما کاری امروز انجام داده شما رو خوشحال کرده و شما سپاسگزاری میکنید thank you for today برای امروز سپاسگزارم یا ممنونم thank you for today Thank you for today. This is not for sale. This isn't for sale. This یعنی این is not یعنی نیست for sale یعنی برای حراج در حراج گذاشته نشده. This isn't for sale این برای حراج نیست. This isn't for sale. This isn't for sale. It is time for dinner. It's time for dinner. It's time یعنی زمانشه وقتشه که چیکار بکنیم for dinner برای شام It's time for dinner یعنی وقت شامه وقتشه که شام نوشه جان بکنید It's time for dinner Thank you for coming Thank you for coming. Thank you یعنی سپاسگزارم از شما ممنونم از شما for coming برای آمدنتون کام یعنی آمدن coming حالت آمدن و حالت ing آی for coming یعنی برای آمدن شما مثلا مهمان دعوت کردید و طرف تشریف آورده و شما میگید thank you for coming ممنون از اینکه اومدید از اینکه تشریف آوردید thank you for coming Thank you for coming. Be quiet for a moment. Be quiet for a moment. Quiet یعنی سکوت یا ساکت بودن. Be quiet یعنی ساکت باش. For برای به مدت a moment یک لحظه for a moment یعنی به مدت یک لحظه be quiet for a moment یعنی برای یک لحظه ساکت باش به مدت یک لحظه ساکت باش یک لحظه ساکت باش ببینیم چی میگه be quiet for a moment be quiet for a moment i do not care for eggs. I don't care for eggs. I don't care یعنی برام اهمیت نداره. اما اصطلاح I don't care for یعنی که از اون چیز خوشتون نمیاد. I don't care for eggs یعنی من از تخم مرغ خوشم نمیاد. حالا چرا eggs اس جمع گرفته؟ چون به کلیت تخم مرغ داره اشاره میکنه. این قاعده در انگلیسی رایجه I don't care for eggs یعنی من از تخم مرغ خوشم نمیاد شما چطور؟ I don't care for eggs I don't care for wine I don't care for wine. I don't care for یعنی خوشم نمیاد از چیزی از چی wine شراب وای 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 I don't care for wine من از شراب خوشم نمیاد خب دیگه نظر شخصیه I don't care for wine I don't care for wine I made a doll for Julie. I made a doll for Julie. I made یعنی من ساختم made گذشته فعل بیقاعده make یعنی ساختن و گذشتهش میشه made I made یعنی من ساختم a doll یک عروسک for برای جولی، جولی یه دختر کوچولوه. I made a doll for Julie. من یک عروسک برای جولی درست کردم. I made a doll for Julie. تیرا asked for my help. تیرا asked for my help. ترا یعنی خانومی به نام ترا یا تارا اسکت یعنی درخواست داد، پرسش کرد زمان گذشته، است for برای my help کمک من ترا اسکت for my help تارا از من برای کمک درخواست کرد یا به عبارتی تارا از من درخواست کرد برای کمک ترا اسکت for my help کیرا asked for my help. Nelly screamed for help. Nelly screamed for help. Nelly یعنی یه خانمی به نام نلی screamed گذشته scream یعنی جیغ و داد زدن فریاد کردن و screamed یعنی فریاد زد For baroye help, komak. Nelly screamed for help. Yani Nelly komak. Faryot Nelly screamed for help. Nelly screamed for help. This room is for rent. this room is for rent this یعنی این room یعنی اتاق is است for rent برای اجاره rent یعنی اجاره یا کرایه دادن this room is for rent این اتاق برای اجاره است و این اتاق رو گذاشتیم مثلا اجاره بدیم this room is for rent this room is for rent This room is for VIPs. This room is for VIPs. This room yani in otagh is as for baraye VIPs. اه, VIPs دیگه چیه؟ VIP یعنی very important person. فرد بسیار مهم. This room is for VIPs. Do not ask me for money. Don't ask me for money. Do not ask یا don't ask یعنی درخواست نده پرسش نکن. Me از من for money برای پول. Don't ask me for money یعنی از من برای پول درخواست نکن از من پول نخوا پول ندارم بهت بدم همش پول رو میبری بر نمیگردونی قرض میگیری بر نمیگردونی Don't ask me for money Don't ask me for money Do not be late for work Don't be late for work. Do not be late یعنی دیر نکن تأخیر نداشته باش Late یعنی دیر Be late یعنی دیر کردن Don't be late یعنی تأخیر نکن تأخیر نداشته باش For work یعنی برای کار Don't be late for work یعنی برای سر کار رفتن یا برای کار دیر نکن تأخیر نداشته باش Don't be late for work Don't be late for work. I asked Julie for a date. I asked Julie for a date. I asked یعنی من درخواست کردم من تقاضا کردم Julie از Julie for برای a date. Date چند تا معنی داره یکی از معانیش یعنی تاریخ یکی از معانیش یعنی خورما و یکی از معانیش یعنی قرار گذاشتن با فردی قرار عاشقانه مثلا I asked Julie for a date یعنی من از جولی برای قرار یا قرار عاشقانه درخواست کردم حالا نوبت شماست بگید که از جولی درخواست قرار عاشقانه کردید I asked Julie for a date i asked julie for a date i studied for one hour i studied for one hour i studied yani man mutol studied گذشته فعل study یعنی مطالعه کردن یا درس خواندن i studied یعنی من مطالعه کردم for به مدت پس در اینجا for به معنی به مدت one یعنی یک hour یعنی ساعت one hour یعنی یک ساعت for one hour یعنی به مدت یک ساعت i studied for one hour یعنی من به مدت یک ساعت مطالعه کردم. I studied for one hour. I am looking for my key. I'm looking for my key. I'm looking for یعنی من دنبال چیزی دارم میگردم. چی؟ My key. کلیدم. I'm looking for my key یعنی من دنبال کلیدم دارم میگردم کلیده گم شده پس I'm looking for my key من دارم دنبال کلیدم میگردم I'm looking for my key I'm looking for my key It is time for us to go It's time for us to go. It's time یعنی زمانش وقتش for برای ما. It's time for us یعنی زمانش وقتش برای ما to go که برویم. It's time for us to go. این زمانشه که ما برویم. It's time for us to go. Tata applied for ویزا تاتا Tata applied for a visa. Tata یعنی یک خانمی به نام تاتا. Applied گذشته یه فعل apply. یعنی apply کردن یا تقاضا دادن. For برای ویزا یک ویزا. مثلا ویزای کاری، ویزای تحصیلی یا هر ویزای دیگری. تا تا اپلاید فور ایزه تا تا برای یک ویزا اپلای کرد به امید اینکه شما هم به زودی برای ویزاتون اپلای بکنید و ویزای خوبی بگیرید برای یک کشور عالی تا تا اپلاید فور ویزا تا تا اپلاید فور ویزا جک هلد a seat for me. Jack held a seat for me. Jack, یعنی آقای به نام Jack, held گذشته فعل بیقاعده hold یعنی نگه داشتن حفظ کردن a seat یعنی یک صندلی for me یعنی برای من جک رفیق منه یک صندلی برای من نگه داشته جک held a held a seat for me جک یک صندلی برای من نگه داشت. Jack held the seat for me. I don't care for coffee. I don't care for coffee. I don't care for یعنی از چیزی خوش نیومدن یا از چیزی خوشمون نمیاد. coffee قهوه i don't care for coffee یعنی من از قهوه خوشم نمیاد چای رو مثلا ترجیح میدم i don't care for coffee i don't care for coffee i am looking for a house I'm looking for a house. I'm looking for یعنی من دنبال یه چیزی دارم میگردم. A house یک خانه. I'm looking for a house یعنی من دارم دنبال یک خانه میگردم. به یاری خداوند میخوام یک خونه بخرم. I'm looking for a house. I'm looking for a house. That is enough for, today. That's enough for today. That is enough یعنی کافیه. Enough یعنی کافی. That is enough یعنی اون کافی For today یعنی برای امروز. That's enough for today یعنی برای امروز دیگه کافیه. بسه هرچقدر کار کردیم برای امروز کافیه. That's enough for today. موری اپلاید فور ده جاب موری اپلاید فور ده موری یعنی یک آقایی به نام موری اسم خاص حرف اول به صورت کپتال، applied گذشته فعل apply یعنی apply کردن تقاضا دادن پس گذشتهش میشه applied for برای the job THE داره اشاره میکنه به اون جاب مشخص به اون کار مشخص که داره در موردش صحبت میکنه و گوینده و شنونده میدونن منظورشون کدوم کار است موری اپلاید فور the job یعنی موری -E برای کار درخواست داد یا اپلای کرد موری موری یعنی فردی به نام موری حرف اول به صورت کپیتال یا بزرگ was late یعنی دیر کرد در زمان گذشته for برای. Dinner, Sham. Mori was late for dinner. Yani Mori شام Sham, کرد, تأخیر Mori was late for dinner. Mori was late for dinner. Grandpa bought it for me. Grandpa bought it for me. Grandpa, یعنی پدر بزرگ. Bought یعنی خرید گذشته فعل بای، فعل بیقاعده buy. پس در زمان گذشته میشه بات به این صورت که نوشته شده. It یعنی اون رو. اون چیزی که داره در موردش گوینده صحبت میکنه. For برای می، من. Grandpa bought it for me. یعنی پدر بزرگ اون رو برای من خرید. خوش به حالتون. خداوند پدر بزرگ های شما رو حفظ کنه اگر در قید حیات هستن. اگر هم نیستند روانشون شاد باشه. Grandpa bought it for me. Grandpa bought it for me. He looks old for his age. He looks old for his age. He looks یعنی او به نظر میرسه اس سوم شخص گرفته لوک به خاطر هی اولد یعنی پیر هی لوکس اولد یعنی او پیر به نظر میرسه فور برای یا در اینجا به معنی به نسبت هیز ایج سنش سن, سن او آقا He looks old for his age. یعنی او نسبت به سنش پیر به نظر میرسه. انگار پیرتر از اون چیزی که نشون میده. He looks old for his age. او نسبت به سنش پیر به نظر میاد. He looks old for his age. I waited for 10 minutes. I waited for 10 minutes. I waited یعنی من منتظر ماندم در زمان گذشته. Wait یعنی منتظر شدن، waited یعنی منتظر شدن در زمان گذشته. for به مدت، پس for در اینجا به معنی به مدت. 10 ده minutes minutes یعنی دقایق، Minutes یعنی دقیقه، minutes یعنی دقیقه ها. 10 minutes یعنی 10 دقیقه چون 10 جمعه اس سوم شخص هم گرفته I waited for 10 minutes یعنی من به مدت 10 دقیقه منتظر شدم I waited for 10 minutes I waited for 10 minutes I am sorry for being late. I'm sorry for being late. I'm sorry. یعنی من متاسفم. دقت بکنید I'm sorry نیست. I'm sorry. یعنی من متاسفم. for برای being late تأخیر داشتن، دیر کردن. I'm sorry for being late یعنی من برای تأخیر داشتن متاسفم. منو ببخشید که تأخیر دارم. I'm sorry for being late. I'm sorry for being late. It is for my personal use. It's for my personal use. It is yani un asked for baraye ya bemanzure my Moleman personal yani shaxsi use استفاده. It's for my personal use. یعنی اون برای استفاده شخصیم است. برای این نیست که همه استفاده کنن. عمومی نیست. شخصیه. It's for my personal use. It's for my personal use. We felt sympathy for Julie. We felt sympathy for Julie. We felt گذشته we feel یعنی ما احساس کردیم پس felt گذشته فعل feel فعل بیقاعده feel وقتی به زمان گذشته برده میشه میشه felt sympathy یعنی همدردی کردن احساس همدردی با کسی کردن for برای یا در اینجا به معنی با Julie, we felt sympathy for Julie, yani یعنی ما با Julie یا برای Julie احساس همدردی کردیم. We felt sympathy for Julie. We felt sympathy for Julie What will you use it for? What will you use it for? What یعنی چه will you use یعنی تو آیا استفاده خواهی کرد it از آن for به منظور یا برای What will you use it for تو برای چه منظور از اون استفاده خواهی کرد مثلا از یک ابزار میگه تو برای چه منظور از اون ابزار استفاده خواهی کرد What will you use it for What will you use it for You can ask Morی for help You can ask Morی for help. You can یعنی تو می توانی ask بپرسی یا درخواست دهی موری از مری for برای help کمک. You can ask Morی for help تو می توانی از مری درخواست کمک کنی مری به شما کمک خواهد کرد. You can ask Morی for help. You can ask Morey for help. Can you mail these for me? Can you mail these for me? Can you یعنی آیا تو می توانی mail mail یعنی پست کردن these یعنی اینها برای جمع استفاده میشه for برای me من can you mail these for me آیا می اینها اینا رو برای من پست کنی can you mail these for me Gasoline is used for fuel. Gasoline is used for fuel. Gasoline در واقع به بنزین گفته میشه که در حقیقت از ابتداش برای گس استفاده میکنن به عنوان بنزین. Gasoline پس شد بنزین. Is used استفاده میشود for fuel به منظور یا به عنوان سوخت. پس میبینید که for در اینجا به معنی به عنوانه داره استفاده میشه. Gasoline is used for fuel. Gasoline is used for fuel. Peter was in time for school. Peter was in time for school. Peter, yani ya, Peter was would. in time یعنی به موقع دقیقا قبل از اون لحظه که باید در آنجا باشه for school برای مدرسه Peter was in time for school پیتر به موقع به مدرسه رسید برای مدرسه به موقع حاضر شد Peter was in time for school Peter was in time for school. I have a surprise for you. I have a surprise for you. I have یعنی من دارم a surprise یعنی یک surprise تو فارسی میگن surprise ولی surprise نیست surprise تلفظ درسته for برای you برای شما یا برای تو I have a surprise for you من یک surprise برای تو دارم I have a surprise for you. I have to look for my pen. I have to look for my pen. I have to یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم چی کار؟ Look for بگردم دنبالش یا براش بگردم My pen خودکار من I have to look for my pen یعنی من باید دنبال خودکارم بگردم احتمالا خودکارش گم شده I have to look for my pen I have to look for my pen I am going out for a while. I'm going out for a while. I'm going یعنی من دارم میروم یا من قصد دارم یه کاری رو انجام بدم. چی کار؟ Going out. میخوام برم بیرون. پس در اینجا میشه I'm going out یعنی من دارم میروم بیرون for a while for در اینجا به معنی به مدتی چون داره اشاره میکنه به یک زمان زمان چقدر a while یک مدتی یک مدت نامعلوم for a while یعنی به مدتی I'm going out for a while یعنی من برای مدتی دارم به بیرون میرم I'm going out for a while Thank you for inviting me. Thank you for inviting me. Thank you یعنی از شما سپاس گذارم for برای به منظور inviting دعوت کردن می من Thank you for inviting me سپاس از اینکه مرا دعوت کردید یا سپاس برای اینکه مرا دعوت کردید Thank you for inviting me Thank you for inviting me. Thank you for your letter. Thank you for your letter. Thank you یعنی yani از شما سپاسگزاریم for برای your letter letter یعنی yani نامه Thank you for your letter یعنی سپاس برای نامت نامه ای که فرستادی و خیال منو راحت کردی Thank you for your letter Thank you for your letter Are you ready for the trip? Are you ready for the trip? Are you ready? یعنی آیا تو آماده ای for برای the trip. Trip یعنی سفر. دوستان دقت میکنه تیریپ نیست. Trip. Trip یعنی یک سفر. The trip داره اشاره میکنه به اون سفر مشخص که گوینده و شنونده دارن در موردش صحبت میکنن. Are you ready? یعنی آیا آماده ای for the trip برای اون سفره؟ Are you ready for the trip? Do you charge for delivery? Do you charge for delivery? Do you charge یعنی آیا شارژ میکنی؟ منظور اینه که آیا پولی میگیری؟ حساب و شارژ میکنی؟ یعنی در حقیقت پولی میگیری؟ For برای delivery delivery یعنی آوردن و چیزی رو تحویل دادن مثلا زنگ زدید برای غذا غذا می‌خواید بگیرید بعد میخواید ببینید که پیکشون هزینه میگیره بعد میگید Do you charge for delivery؟ آیا برای دلیوری هزینه میگیرید؟ Do you charge for delivery؟ Jack did well for a beginner. «Jack did well for a beginner» «Beginner» یعنی یک فرد تازه کار یا مبتدی «Jack» یعنی آقای به اسم Jack «Did well» گذشته «Do well» یعنی خوب انجام داد «For» به عنوان «A beginner» یک تازه کار «Jack did well for a beginner» «Jack» به عنوان یک تازه کار کار رو خوب انجام داد «Jack did well for a beginner» Jack did well for a beginner. Mom let me stay for a night. Mom let me stay for a night. Mom یعنی yani, مامان Let me یعنی yani, اجازه داد به من Stay ماندن اقامت کردن for a night. به مدت یک شب پس می بینید که فور در اینجا به معنی به مدت استفاده شده مام let می stay for a night مام let می stay for a night I am just going for a walk. I'm just going for a walk. I'm going یعنی من قصد دارم یا دارم میروم just فقط for a walk برای یک قدم زدن. I'm just going for a walk یعنی من فقط قصد دارم یا فقط دارم برای قدم زدن میروم. I'm just going for a walk. I'm just going for a walk. بی نهایت سپاس گذاریم از همراهی شما عزیزان آرزوی تندرستی، خوشحالی و خورسندی برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید داریم.